باسکرویل، لافایت آمریکایی ایران. باسکرویل در تاریخ 10 آوریل 1885 در ایالت نبراسکا در کشور ایالات متحده آمریکا متولد شد و در سال 19 آوریل 1909 در شهر تبریز در کشور ایران برای دفاع از جنبش مشروطه کشته شد. باسکرویل در سال 1907 میلادی برای تدریس 2 ساله تاریخ اروپا به ایران آمد و در شهر تبریز ساکن و در مدرسه آمریکایی مموریال آن شهر به تدریس مشغول شد. در همین دوران محمد علی شاه قاجار در تهران مجلس شورای ملی را به توپ بسته و آن را تخریب نموده و با این کار خود خط بطلانی بر روی جنبش مشروطه کشیده بود. در پی این عمل در تبریز ستارخان و باقرخان به پشتیبانی از مشروطیت به پا خواسته با سربازان محمد علی شاه قاجار که به همین بهانه شهر تبریز را به محاصره خود درآورده بودند به جدال پرداختند. در همین گیرودار که کمی کمتر از 1 سال به طول انجامید، هاوارد باسکرویل گروهی را به نام گروه نجات یا فوق نجات تشکیل داد تا در راه شکستن محاصره سربازان مرکز اقداماتی را به عمل آورند، زیرا مردم شهر از کمبود مواد غذایی و دارو در عذاب بوده گفته می شود عده‌ای نیز به همین علت جان باختند. در این ارتباط باسکرویل که خود در آمریکا دوره آموزش‌های جنگی و سربازی را گذرانده بود به تعلیم نظامی جوانان تبریز مبادرت ورزید. آنطور که در تاریخ مشروطه ایران ثبت است، در همان روزها یکی از افراد کنسولگری آمریکا در تبریز که گویا همسر سرکنسول بوده است از هاوارد می‌خواهد که از شهر خارج شده جان خود را نجات دهد. هاوارد از شنیدن این امر ناراحت شده در پاسخ به این توصیه می‌گوید: تنها فرق من با این مردم زادگاهم است و این فرق بزرگی نیست. در ادامه فعالیت‌های خود، هاوارد با گروهش در جنگی که در منطقه شام قاضیان با سربازان در گرفت، گلوله‌ای به سینه او اصابت نمود و نقطه پایانی بر عمر پربارش نهاد. بنابر گزارشی که توسط سرکنسول آن زمان کنسولگری دولت انگلستان آلبرت چارلز راتیسلاف در دست است، مردم شهر مراسم تشییع جنازه بسیار گسترده‌ای را برای وی اجرا نمودند و او را در قبرستان آمریکاییان تبریز یا گورستان ارامنه فعلی به خاک سپردند. گفته می شود ستارخان دستور حک کردن نام و نام خانوادگی هاوارد باسکرویل بر روی تفنگی که وی در جنگ برای پشتیبانی از مردم شهر تبریز در دست داشت را صادر نمود و سپس این تفنگ را در پرچم ایران پیچیده برای خانوادهش در آمریکا فرستاد. وی به همراه جمانی آیولتی در تلگرافی که 5 روز پس از تشییع جنازه باسکرویل برای والدین وی به شهر اسپایسر در ایالت مینسوتا ارسال نمودند، خانواده باسکرویل را چنین مورد خطاب قرار دادند:
ایران در غم از دست رفتن پسر عزیزتان در راه آزادی سوگوار است و ما قسم می‌خوریم که ایران آینده همواره از او، چون لافایت در تاریخ به بزرگی یاد خواهد کرد و به مزار شریف او احترام خواهد گذاشت. در سال 1959 به مناسبت 50 سالگرد شهادت وی، برنامه در خور یاد و نام باسکرویل توسط مردم تبریز برنامه ریزی و مدیریت شد. در این مراسم افراد سرشناسی چون دکتر رضازاده شفق، حسن تقی‌زاده از رجال سرشناس ایران که مدتی نیز ریاست مجلس سنا را بر عهده داشت، اسماعیل امیرخیزی که وی نیز از سیاستمداران کارکشته و از سال 1126 برای مدتی بازپرس عالی وزارت فرهنگ بود و افراد دیگری از رجال معروف آن زمان شرکت داشتند. نظر افراد نسبت به باسکرویل. عارف قزوینی، شاعر پرآوازه دوران مشروطه، در دو بیت شعری که در تقدیر از کار بزرگ باسکرویل سروده است چنین اظهار نظر می کند: ای محترم مدافع حریت عباد، وی قائد شجاع و هوادار عدل و داد، کردی پی سعادت ایران فدای جان، پاینده باد نام تو روحت همیشه شاد. این دو بیتی بر روی لوحی که بر سر مزار وی نصب شده است حکاکی شده است. دکتر صادق رضازاده شفق، نماینده چند دوره مجلس شورای ملی، عضو گروه اعزامی به آمریکا برای تهیه و تنظیم منشور سازمان ملل متحد، عضویت مجلس سنا یا سناتور و استاد مدرس دانشگاه‌های میشیگان، مکگیل و کلمبیا در آمریکا، در مورد معلم خود باسکرویل چنین اظهار نظر می‌کند: با اینکه ویلسون به خوبی ترکی آذربایجانی صحبت می‌کرد، باسکرویل در تمام این مدت ناآرام به نظر می‌رسید. به هنگام ترک منزل او توانست جمله‌ای را که به آذری حفظ کرده بود بگوید: سال نو را به همه شما تبریک می‌گویم. شفق در بخش دیگری چنین نوشته است: او بسیار خوشنام بود و عده زیادی می‌خواستند در کلاس‌های تاریخ او شرکت کنند. تعدادی از شاگردان قدیمی و معلمان مدرسه مانند سید حسن شریف‌زاده از دکتر ویلسون خواستند که کلاس درس حقوق بین‌الملل نیز دایر کند. او نیز پذیرفت و کلاس را به عهده باسکرویل گذاشت. تا آنجا که اطلاع داریم، یعنی تا این زمان، به مناسبت بزرگداشت یاد وی، مجسمه نیمتنه از او در خانه مشروطه تبریز نصب شده است. این امر چند بار در آمریکا مطرح شده است که سال روز کشته شدن هاوارد باسکرویل 19 آوریل به عنوان روز دوستی ایرانیان و آمریکایی‌ها نامگذاری شود. از آن زمان تا کنون، تا تاریخ تهیه این مقاله، برخی از افراد ناشناس دائما سنگ مزار وی را در گورستان آشوری‌های تبریز با گل‌های زرد و تازه تزیین می‌کنند. از باسکرویل به عنوان لافاییت آمریکایی ایران نام می‌برند. یکی دیگر از القابی که به وی اهدا شده است، شهید آمریکایی جنبش مشروطه ایران است. یاد و نامش گرامی باد. توضیح: لافایت سیاستمدار و ژنرال فرانسوی بود که فعالانه در هر دو انقلاب فرانسه و آمریکا شرکت کرد. لافایت نقش بسزایی در آموزش و پرورش سپاه جورج واشنگتن در انقلاب آمریکا داشت. لافایت قبل از مرگ قصد سفر به ایران داشت و نامزد جمهوری خواه برای ریاست جمهوری آمریکا بود. لافایت نقش مهمی در ارتباط فرانسه و آمریکا داشت. او نخستین و تنها فرمانده فرانسوی سپاه آمریکا بود. اختصاصی فصل نامه اندیشه آنلاین آلمان.
گروه تحقیق و بررسی فصلنامه اندیشه آنلاین آلمان. منبع رجوع شود به بخش مستند.